دوستان گرامی ادامه میدیم ردوندونگن اصطلاح شماره 12 ردوندونگ نمبر 12 دی کاکه ایز ام دمفن گنده یه چیزی در اومده رو داشتیم و امروز اصطلاح شماره 13 ردوندونگ نمبر 13 میت اخ اون کخ میت اخ سی ها صدای خ میده و کخ این هم صدای خ میده خب کخ یعنی یه چیز سر و صدای اینجوری مثلا دو تا چیز بخوره به هم و خیلی سر و صدا باشه این کراخ هست به دعوا ممکنه دعوای بحثه که سر و صدا کنه و یه نفر اون سر اون داد بزنه اون سر اون داد بزنه هم میگن میشه کراخ گفت یه چیزی اگه شما میت اخ اون کراخ ماخن یا شافن از پسش بر بیاید به این معنی است که شما به زور با هزار بدبختی از پسش بر اومدید ich habe meine letzte prüfung آخرین امتحانمو ich habe meine letzte prüfung mit ach und krach bestanden با هزار بدبختی پاس کردم پس به این معنی است که etwas mit با زحمت زیاد mit großer mühe mit großer mühe mit großer mühe یا mit viel mühe با خیلی زحمت با زحمت زیاد mit großer mühe mit viel mühe machen یا schaffen پس از schaffen از پس یه چیزی بر اومدن هست بچه‌ها یا میتونه چیزی رو به زور etwas sehr knapp که باشه خیلی نزدیک هست خیلی به زور هست خیلی نزدیک از پس یه چیزی بر بیای یعنی اگر یعنی مرز بین پاس شدن و پاس نشدن مثلا خیلی نه ده ناپولئونی بگیری مثلا etwas sehr knapp خیلی نزدیک از پس یه چیزی بر بیای مثلا این فرض کنید یه فوتبالیست شوت کنه توپه نزدیک بره تو گل نزدیک بود جاده سیز knapp das war knapp میتونم بگیم آه das war knapp مرز بین گل و غیر گل در واقع گل شدن و نشدن خیلی نزدیک بود پس etwas sehr knapp schaffen etwas mit großer mühe schaffen Ich habe meine letzte Prüfung mit Ach und Krach geschafft, میشه گفت. Bestanden, geschafft. Geschafft, از پسش بر اومدم و gestanden پاسش کرد. خب یه چیز دیگه هم داریم، یه اصطلاح دیگه هم بچه داریم که هم معنی همینه. میشه گفت mit به جای Ach und Krach بگیم mit hängen und würgen. Mit hängen, hängen یعنی آویزون کردن، آویزون بودن یا گیر کردن و اینا. Mit hängen با آویزون شدن و گیر کردن und würgen. اینا رو من ها رو بزرگ نوشتم ویرم بزرگ نوشتم به عنوان اسم استفاده کردم میت هنگن اون ورگن اگه چیزی رو شما پاس انجام بدید از پسش بر بیاید به معنی که با هزار بازم با هزار زحمت و بدبختی با دست پا شکستن و به هر حال خلاصه از پسش بر اومدی میت هنگن اون ورگن میت هنگن اون ورگن اصطلاح شماره 6 اگه یادتون باشه بلوت اون واسر شویتسن یعنی اینقدر دیگه با هزار بدبختی و زحمت یک کاری رو بکنی. بلوت اون واسه شویتسن. میت اخ اون کخ شافن. میت هنگن اون ورگن شافن. اینو تو کارم زیاد استفاده میشه. بچه ها مثلا پروژه چی شد بالاخره تموم شد؟ یا میت هنگن اون ورگن. یا میت اخ اون کخ هم ویدست که شافت. هم ویدست بی اندت. به اندن به اتمام رساندن. هم ویدست الیدیشت. الیدیشت. الیدیگن. مثل beenden هست beenden یعنی eine Aufgabe یک تکلیفی که بهتون میدن حالا حتما تکلیف مدرسه نیست ممکنه تکلیفی باشه سر کارات به آدم بدن این کار باشه این پروژه یعنی اونم یه نوع Aufgabe هست در واقع unsere Aufgabe تکلیف ما اینه که مثلا سود رو ببریم بالا so eine Aufgabe erledigen eine Aufgabe machen در واقع پس erledigen یعنی machen erfolgreich beenden با موفقیت تمام کردن در واقع توی همین درس کوتاه می‌بینید که من beenden شما یه چیزی رو beenden می‌کنید تمام می‌کنید ich habe meine ich möchte diese lektion beenden می‌خوام این درس رو تمام کنم erledigen معمولاً یه کاری رو erledigen می‌کنید مثلا ich muss das einkaufen erledigen باید einkaufen رو خرید رو ترتیبش رو بدم در واقع ترتیبش رو بدم تمومش کنم hängen رو داشتیم می‌تونیم به عنوان فعل استفاده کنیم ورگن ورگن مثلا ماشین وقتی خفه میکنه دیدید که مثلا انگار یه دفعه مثلا دنده بالا هستید سرعتتون پایینه
گاز میدید ماشین انگار میخواد خفه کنه. اینم یه نوع ورگن هست. میت هنگن اون ورگن ماشین رو تصور کنید. تلپ 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 ماشین مشمندلی اینجوری اینجوری. پس با زور و زحمت در واقع. میت آخون کراخ. معمولا برای یه کاری رو که بخواید انجام بدی از پسش بر بیاد ازش استفاده میکنید. پس 12 و 13 هم با هم مخلوط میکنم. یه مخلوطی کنی البته خوب نیست. اینجا یه کلمه بد داره. ولی من ترکیب میکنم و یه جمله براتون میدم که بسازید. درس‌های انگلیسی رو هم شروع کردیم. لیستشو زیر همین ویدیو میذارم تو بخش توضیحات اگر دوستان نیاز دارن و برای دوستانی که نیاز دارن به اشتراک میخوان بذارن. تا درس بعد. آفیدازین.